اومدید وارد کلیسا شدید، خداوند دعاتو اجابت کرده، مریض بودی شفات داده، بیکار بودی دعا کرده نبوت شده، بهترین کار بهترین درآمد بهت داده شده، صاحب فرزند نبودی خدا بهت فرزند داده، همسر نداشتی خدا بهت همسر داده، خدا تو رو برکت داده. کی داده؟ آه 10 سال پیش. ببین مسیح که 10 سال پیش دست تو رو گرفت، امروز هم دست تو رو خواهد گرفت، فردا هم دست تو رو میگیره. چرا با ترس زندگی کنیم؟ چرا با غفلت هایی که ایجاد میشه زندگی کنیم؟ همان گونه که مسیح در انجیل متی 11:28-30 اعلام میکنه که میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران و من به شما آسایش خواهم بخشید. چرا میگه آسایش؟ چرا نمیگه پولی که خواستی بهت میدم؟ چرا بهت نمیگه ای مریض هستی من تو رو شفا میدم؟ چرا ساعت شفا نمیکنه؟ چرا نمیگه ای الان بلا تکلیفی؟ خدا بلا تکلیفی دوست نداره، میخوای اقامت این سرزمین رو بگیری، من الان به تو اقامت میدم. چون تو اقامت رو میگیرید، شما پول رو میگیرید، شما ازدواج میکنید، شما صاحب فرزند میشید، شما سلامتی به دست میاری، اما تا مادامی که از اتوبان ترس عبور میکنی آرامش نداری. مسیح میگه من آرامش رو به تو میدم، میخوام با این آرامش زندگی کنی.